سلام، علی هاشمی هستم. به کلاس ما بی نهایت خوش اومدید. امیدوارم در هر نقطه از ایران عزیز که هستید حال دلتون خوش باشه. در این ویدیو کوتاه آموزشی قرار دو تا سوال خیلی خوب حل کنیم از مبحث جمع و تفریق رادیکال ها در ریاضی نهم فصل چهارم درس سوم. دوستان من این 23مین ویدیو هست، امیدوارم که 22 تای قبلی رو تماشا کرده باشید. سوال اول گفته در صورتی که ایگرگ کوچکتر از صفر باشه و ایکس بزرگتر از صفر، بفرمایید حاصل این عبارت برابر با چی میشه؟ بریم سراغ جذر گرفتن. هر وقت از یک عبارت رادیکالی با فرجه زوج جذر بگیرم، باید عبارت خودمو بنویسم داخل قدر مطلق. پس این میشود قدر مطلق ایکس ایگرگ. اما وقتی فرجه عبارت شما هست فرد، و وقت هیچ احتیاجی به نوشتن قدر مطلق نداریم. اینو میتونم بنویسم به علاوه x در y برابر خواهد به علاوه مخرج که y. صورت اگر برم سراغ جذر، فقط میتونم از y دو جذر بگیرم که میشود قدر مطلق y به روی رادیکال x. از رادیکال x که نمیتونم اصلا جذر بگیرم. پس کاری که انجام دادم از عبارت خودم جذر گرفتم، حواسم بود که در فرجه زوجها وقتی جذر میگیرم باید بنویسم داخل قدر مطلق. حالا با توجه به اینکه مقدار ایگرگ کوچکتر از صفر هست اما ایکس بزرگتر از صفر، داخل قدر مطلق من میشه منفی، چون ایگرگ کوچکتر از صفره. هر وقت داخل قدر مطلق بشه منفی، قدر مطلق رو بر میداریم اما در یه منفی ضربش میکنیم. یعنی قسمت اول شد منهای ایکس ایگرگ، این به علاوه ایکس ایگرگ باید خودش رو بنویسم به علاوه خط کسری اینجا ایگرگ. چون ایگرگ منفی بوده قدر مطلق رو بر میدارم پشتش منفی میدنیسم، یعنی منهای ایگرگ در رادیکال ایکس. مثبت ایکس ایگرگ با منهای ایکس ایگرگ، خدا نگهدار ایگرگ با ایگرگ ساده بشه، جواب ایدئال برابر خواهد بود با منهای رادیکال ایکس. و اما سوال قشنگ بعدی گفته ایکس بزرگتر از صفر، ایکس ایگرگ کوچکتر از صفر، که از اینجا معنی طراح اینه ایگرگ من کوچکتر از صفر بوده. برم سراغ بازی جذر. رادیکال x y دو جذرش می شود قدر مطلق x y به روی قدر مطلق x. به علاوه قسمت بعدی هم دوباره قدر مطلق x y به روی قدر مطلق y. منهای اینجا هم قدر مطلق x y به روی قدر مطلق x y. خب دقت کن که x بزرگتر از صفر بوده اما y کوچکتر از صفر، y منفی. چون ایگرگ منفی هست، پس وقتی توی صورت قدر مطلق رو بردارم باید پشتش منفی بنویسم، یعنی بگم منهای ایکس ایگرگ، اما ایکس مثبت بوده خود ایکس رو بنویسم. توی قسمت بعدی داستان دوباره با توجه به اینکه ایگرگ منفی بوده اینو باید بنویسم منهای ایکس ایگرگ، مخرجم منفی بوده یعنی منهای ایگرگ. اینجا هم که ایکس ایگرگ به روی ایکس ایگرگ، قدر مطلقش ساده بشه و برای من منهای یک باقی بمونه. خب این برابر خواهد بود با ایکس صورت رو با ایکس مخرج ساده کنم، یعنی منهای ایگرگ. اینجا هم ایگرگ رو با ایگرگ ساده کنم، منفیاران ساده کنم، به علاوه ایکس منهای یک، یعنی جواب من میشود ایکس منهای یک به علاوه ایگرگ. بی نهایت سپاسگزارم تا انتهای ویدیو همراه من بودید. امیدوارم که این کلاس براتون مفید بوده باشه. خدا نگهدار.